نویسنده با شهرت جهانی است و یک فعال صلح. در حالی که به کشورش اسرائیل علاقه زیادی دارد، در این حال از منتقدان سرسخت سیاست‌های آن نیز هست. آخرین کتاب دیوید گروسمن، اسبی وارد یک بار می شود نام دارد که ترکیبی از شوخ طبعی و حس وحشت است. امری که برخی آن را استعاره ای از تضادهایی می بینند که در اسرائیل تفرقه ایجاد کرده. بسیار خوشحالم از اینکه در اورشلیم با شما هستم. سپاسگزارم. اگر به آخرین کتابتان نگاه کنیم، در میابیم که دوواله شخصیت اصلی آن، ضمن اینکه فردی اخلاق‌گرا و انسان دوست است، اما جنبه عجیب و غریب هم دارد. او جنبه ناخوشایند خود را به دیگران نشان می‌دهد. آیا او تجسمی از احساسات متناقض شما نسبت به اسرائیل است؟ خب، بیش از هر چیز او یک شخصیت ادبی است و لایه‌های شخصیتی و تناقض‌های زیادی دارد. این همان چیزی است که به شخصیت‌های ادبی حالتی زنده می‌دهد. اما شاید بیش از هر چیز دوباره به خاطر اتفاقی که در کودکی و در 14 سالگی برایش رخ داده و در حالی که قرار بوده روند دیگری را طی کند، مسیر زندگیش تغییر کرده. به نوعی می توان گفت زندگی او در مسیری موازی آنچه قرار بوده در آن زندگی کند قرار گرفته. راستش را بخواهید، شاید اسرائیل همین سرنوشت را داشته. در سالهای اخیر ما تبدیل به یک امپراتوری کوچک شدیم و فکر می کنم از آن هنگام زندگی و وجودمان مسیری موازی و اشتباهی طی کرده است. پیام های زیادی در این کتاب وجود دارد، اما یا پیام خاصی بوده که شما مایل به انتقال آن باشید؟ داستانی که من روایت می کنم درباره کودکی به نام دوواله است که بعدها تبدیل به یک هنرپیشه کمدی می شود و تمام کتاب در یک باشگاه شبانه کوچک می گذرد. اما دوواله که کودکی حساس، شکننده، خلاق و پرشور بوده، ناگهان در 14 سالگی به خارج از خانه و به نوعی اردوگاه نیمه نظامی فرستاده می شود. اتفاقی که برای همه ما وقتی 14-15 ساله بوده ایم افتاده. او تا آن موقع تمام زندگیش را با خانوادهش متشکل از او، پدرش و مادرش گذرانده و رابطه ای دو سویه و پایدار داشتند. همانطور که گفتم، این اولین بار بوده که او از آنها دور می شده است. سپس یک روز در حالی که او در زمین تمرین بوده، یک سرباز زن می آید و می پرسد دوواله کیست؟ او پاسخ می دهد من هستم و آن سرباز می گوید همراه من بیا، عجله کن، عجله کن، تو باید ساعت 4 در اورشلیم در مراسم تشییع باشی. او یکی می خورد و می گوید کدام مراسم تشییع؟ هیچ کس وقتی خانه را ترک می کردم با من حرفی از مراسم تشییع نزد. And very soon his backpack is being packed by other soldiers. سپس خیلی سریع سربازان دیگر کوله پشتی او را آماده می کنند و او را سوار یک خودروی نظامی می کنند و سفری 4 ساعته برای رسیدن به اورشلیم را آغاز می کند. اما سوالی که او نپرسیده و کسی هم به او پاسخش را نداده این است که چه کسی مرده است، پدرش یا مادرش؟ این 4 ساعت چنان ضربه ای به او وارد می کند که زندگی و سرنوشتش را تحت تاثیر قرار می دهد. فکر کنم گاهی ماهرانه ترین شکل قساوت قلب بی تفاوتی باشد. به نظر می رسد که دوواله فردی منزوی است. وقتی او در برابر تماشاگرانش قرار می گیرد، تمام آنها تک تک محل نمایش را ترک می کنند و او با جمعیتی سخن می گوید که مرتب رو به کاهش است. می دانم شما از اشاراتی که جنبه شرح حالگونه دارد پرهیز می کنید، اما این مسئله من را یاد شما انداخت، زیرا برخی در کشورتان به خاطر اعتقادات شما شما را خائن می دانند. اما هیچ وقت احساس کرده اید که در کشور خودتان بیشتر و بیشتر در حال منزوی شدن هستید؟ حس می‌کنم که نظرات من بیشتر و بیشتر منزوی می‌شوند و به نظرم افراد بیشتری تلاش‌هایشان برای درک واقعیت پیچیده اینجا را رها کردند و ساده‌لوحی را انتخاب می‌کنند. شما می‌بینید چگونه اسرائیلی‌های بیشتر و بیشتری وسوسه می‌شوند تا چنین نگاهی به مناقشه داشته باشند و تلاش برای یافتن راه حلی سیاسی و عاقلانه را رها می‌کنند و به جای آن روز به روز بیشتر به دامن تعصب و بنیادگرایی می‌افتند. این امر را در هر دو طرف مشاهده می‌کنید. در اسرائیل اتفاق می‌افتد، در فلسطین هم اتفاق می‌افتد و در نهایت دست یافتن به راه حل را غیر ممکن می‌کند.
اما ما شاهدیم که صداهای مخالف، صداهایی که با خط فکری رایج در اسرائیل مخالف هستند، خفه می شوند. منظورم دولت اسرائیل است که گفته به عنوان مثال نویسنده های همچون شما از کمک مالی دولت بهره‌مند نخواهند شد، زیرا شما به حکومت اسرائیل وفادار نیستید. کنجکاوم بدانم این وفاداری به چه معناست؟ باید از آنها بپرسید که به چه معناست. اولا من فکر نمی کنم که موظف به اثبات وفاداری خودم باشم. من در اینجا متولد شدم. اینجا خانه من است و من نقش فعالی در زندگی و در فرهنگ اسرائیل دارم. به نظرم اصلا مسئله وفاداری نباید مطرح شود. این مسائل فاشیستی هستند. یکی از علائمی است که وضع دموکراسی و برداشت دموکراتیک در اسرائیل را نشان می‌دهد. وفاداری من به هنرم، به آنچه تلاش می‌کنم در کتاب‌هایم انجام دهم و به نوشته‌هایم است. به این است که تا آنجا که می‌توانم به ثبت درست ریزه‌کاری‌های زندگی در اسرائیل بپردازم، زیرا به نظرم زندگی در اینجا جالب است و البته گاهی نیز طاقت فرساست. این اشارهتان من را به یاد یکی از رمان‌های قبلیتان انداخت که به پایان سرزمین نام دارد. مادری در آن رمان سفری را آغاز می‌کند با این هدف که آنچه در اسرائیل با آن ابلاغیه می‌گویند جلو بیاندازد. منظور از ابلاغیه هم ابلاغ خبر مرگ فرزندش در ارتش است. خب می‌دانم برای شما وقتی این کتاب را می‌نوشتید واقعیت و داستان با هم درآمیخته، زیرا خودتان این ابلاغیه را دریافت کردید. میخواهم بدانم زندگی با دلهوره این که فرزندتان کشته خواهد شد چه تأثیری روی جامعه میگذارد؟ شاید اکنون این ترس بیش از هر چیز مشخصه جامعه اسرائیل باشد. ترس برای فرزندانتان که به ارتش می‌روند، اما این ترس در هنگام راه رفتنتان در خیابان نیز وجود دارد و دولت و جناح راست از این ترس به شکلی تلخ بهره برداری میکنند. In staring together the real dangers that Israel faces and we ما اینجا در خاورمیانه با خطراتی واقعی روبرو هستیم. ما نخست وزیری داریم که متخصص همراه کردن خطرات واقعی پیش روی اسرائیل با پژواک‌های ضربات روحی پیشین است. فکر کنم جامعه‌ای که ترس‌ها در آن غالب باشند، جامعه‌ای رو به افول است. انرژی و جنب و جوش‌های لازم برای رونق گرفتن و شکوفا شدن و همچنین حل مشکلات حیاتی خود نخواهد داشت. اگر مسائل را تنها در زمینه‌های ترس و سرخوردگی دسته‌بندی کنید، پیشرفت نمی‌کنید. You will not get far away. In the end, you shall have to realize your greatest fears. از کاربران اینترنتی ما درخواست کردیم که برای این گفتگو سوالاتشان از شما را برای ما بفرستند. مایلم برخی از آنها را مطرح کنم. جورج میلر پرسیده چگونه می توانیم از مسیر نفرت، خشم و ترس فزاینده‌ای که در حال گسترش است خارج شویم. جامعه اکنون با این ترس ها آمیخته شده. منظورم هر دو جوامع اسرائیلی و فلسطینی است. مردم احساس می‌کنند که محکوم هستند تا ابد به این شکل زندگی کنند. جو ناامیدی به قدری سنگین است که مردم انرژی روانی لازم را برای تصور زندگی صلح‌آمیز ندارند. در نتیجه ما به رهبران و سیاستمداران و همچنین روشنفکران و نویسندگانی احتیاج داریم که دست به تدوین گزینه صلح بزنند. بر بخشیدن جان دوباره به گزینه صلح که امروز اصلا وجود ندارد اصرار بورزند. فکر میکنید صلح در طول زندگی شما یا حتی در طول حیات فرزندانتان به دست میآید؟ خیلی امیدوارم. مبارزه من برای صلح تنها برای فلسطینیان و اینکه آنها بتوانند خانه، سرزمین و منزلتشان را داشته باشند نیست. نمیخواهم آنها زندگیشان را زیر سایه اشغالگری سپری کنند. نمیخواهم حضورم کسی را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا وقتی بر روی کسی سایه میافکنم این زندگی خودم است که تیره میشود. به عنوان یک اسرائیلی و یک یهودی من در حسرت دیدن شکوفایی اسرائیل در شرایط صلح‌آمیز به سر میبرم. حسرت این که ببینم برای اولین بار در طول تاریخ کهن و تاریخ مدرنمان زندگی بدون ترس به چه معناست.
خیلی در مورد راه حل دو کشور صحبت می شود. راه حلی که به نظر می رسد نابود شده. نه، به این زودی نابود شده حسابش نکنید. نابود نشده است. این تنها گزینه ممکن است. راه حل یک کشور واحد چطور؟ به نظرتان اسرائیلی ها قادر به تصور آن هستند؟ آیا شما واقعا معتقدید که این دو ملت اسرائیلی ها و فلسطینی ها که تنها زخم یک قرن خشونت را به تن ندارند بلکه واقعا صدمه دیدند اینقدر بالغ هستند که بتوانند به شکلی مؤثر و مثبت با یکدیگر در یک قالب سیاسی همکاری کنند؟ این هم رخ نخواهد داد. خب این ما را به پرسش یکی از کاربرانمان می‌رساند که پرسیده چگونه ترقی خواهان می‌توانند در این بحث ایده اسرائیل به عنوان یک حکومت مدنی برای یهودیان و عرب را به جای یک حکومت یهودی به کرسی بنشانند؟ نه، من نمیخواهم تنها یک حکومت یهودی داشته باشم. به نظرم همیشه وجود سایر اجتماعات و اقلیت‌ها اینجا در اسرائیل اهمیت دارد. مردمی که حس کنند با اکثریت یهودی برابرند و در عمل همین گونه باشد. مردمانی که اهم از یهودی، عرب، در روز و مسیحی دست به کنش متقابل با یکدیگر میزنند و اینجا در اسرائیل کشوری ثروتمند و مرفه میسازند. A rich and a prosperous place here in Israel. Well, as we saw, there's. می‌دانیم که شما به نخست وزیر بنیامین نتانیاهو علاقه ندارید. اخیراً گفتید که او مشغول رهبری با چشمان بسته است. منظورتان چه بوده؟ Wide shut. What did you mean by that? I cannot understand how. نمی‌توانم بفهمم چگونه فردی باهوش، فردی که همچون او چنین دانش تاریخی دارد، می‌تواند واقعیت را نادیده بگیرد. او این حقیقت را که اگر اسرائیل تنها بر قدرتش تکیه کند، در ادامه راه خدای نکرده شکست خواهد خورد، نادیده می‌گیرد. این تنها زمینه است که من در آن از لفظ خدا استفاده می‌کنم. Israel will be defeated. There will be a قدرتی قوی تر، چیره دستر، شجاعتر و پیچیده تر که اسرائیل را شکست خواهد داد، وجود خواهد داشت. بسیار خوب، پرسش یکی دیگر از مخاطبانمان در شبکه‌های اجتماعی را مطرح می‌کنم. هرنان پنا سوالی را پرسیده که به نظرم در ذهن بسیاری از مردم وجود دارد. او می‌پرسد: من بنیامین نتانیاهو را یک جنایتکار جنگی می‌دانم. شما چطور؟ خیر، من خواهم گفت که او یک جنایتکار صلح است، زیرا سالیان طولانی او از هر فرصتی برای صلح اجتناب کرده و دائما از فراهم کردن گزینه مذاکره و صلح بین ما و فلسطینیان سر باز می‌زند و این امری خطرناک است. او با این کار اسرائیل را در معرض خطر قرار می‌دهد. این باور که اگر ما به فلسطینیان با دست چوبی بزرگتر و بزرگتر ضربه بزنیم، آنها در نهایت به ما علاقمند می‌شوند و شروع به مذاکره با ما می‌کنند، برداشتی بسیار ساده انگارانه است. سال هاست که در تمام رهبری اسرائیل امتناعی عمیق از نگریستن به شرایط از دید فلسطینی ها شکل گرفته. این مسئله است که شاید من به عنوان نویسنده بتوانم در بحث به وجود بیاورم. ما باید اجازه دهیم که روایت فلسطینیان به ذهن و ضمیر ما راه یابد. باید درک کنیم که چه چیزی اکنون سالهاست آنها را تا این حد خشمگین و متنفر کرده که باعث می شود به خیابان بیایند و به شکلی گسترده ما را چاقو بزنند. بله، اگر اجازه درک این امر را بدهیم، شاید دیگر با آنها در جنگ به سر نبریم. Yes, only if we allow that, maybe we shall not be at war with them. مایلم به بنیامین نتانیاهو برگردم. می‌دانیم که او گروه تروریستی داعش را با حماس مرتبط می‌داند و بالعکس. به نظرتان این مقایسه منصفانه است؟ می‌دانید که حماس بخش مورد علاقه من در جامعه فلسطینی نیست. آنها متعصب و بنیادگرا هستند و در مرامنامه خود علناً خواستار نابودی اسرائیل و برپایی حکومتی اسلامی به جای آن شدند. They openly wish for the eradication of Israel and building an Islamic state on the ruins of it. Yet با این حال حماس برخلاف گروه داعش به خاطر ساختارش و همچنین به دلیل شرایط ژئوپلیتیک دارای منافع سیاسی است. به عنوان مثال شما در میان اعضای حماس افرادی میابید که طرفدار هدنه هستند. هدنه اصطلاحی عربی برای آتش‌بسی بلند مدت است که میتوانند هنگامی که برایشان مناسب است آن را بشکنند. من به فراتر از آن می‌نگرم و می‌گویم خب اگر برای مدت 10 20 25 سال با فلسطینیان و با حماس در غزه هدنه داشته باشیم، شاید اوضاع در آنجا نیز تغییر کند.
اسرائیل به شکل فزاینده‌ای به کشوری مسرور در خارج از مرزهای خود تبدیل می شود. شما سفرهای زیادی انجام می دهید. آیا هرگز از اسرائیلی بودن احساس شرمندگی کرده اید؟ من از آنچه دولتم انجام می دهد احساس شرمندگی می کنم. از اسرائیلی بودن شرمنده نیستم. همچنان فکر می‌کنم این کشور محلی فوق‌العاده است. می‌دانید که گاهی ما تنها به انتقاد از اسرائیل گرایش داریم و فراموش می‌کنیم که این کشور 3 سال پس از هولوکاست شکل گرفت. این حقیقت را اینکه این کشور خود را از هیچ به اینجا رساند و فرهنگ و کشاورزی و فناوری و صنعت و بسیاری دیگر از لایه‌های زندگی در اینجا منحصر به فرد هستند، فراموش می‌کنیم. همانطور که گفتم، من نمیخوام جای دیگری زندگی کنم. اتحادیه اروپا شروع به برچسب زدن بر روی کالاهای تولیدی در شهرک ها کرده تا مشخص شود آنها از شهرک ها میآیند. شما اکنون مخالف برنامه های شهرک سازی هستید. در مورد این چه فکر میکنید؟ فکر میکنم آنها حق دارند این کار را انجام دهند و من در عمل خوشحالم، زیرا به این معناست که آنها ایده دو حکومت و مشروعیت کامل حکومت اسرائیل را در درون خطوط سبز پذیرفتند. آنها حق دارند به مصرف کنندگان اطلاع دهند که این کالاها در منطقه‌ای تولید شدند که محل مناقشه است. این هزینه است که اسرائیل به نوعی به خودش تحمیل کرده است. شما خیلی در مورد صلح پرشور هستید. امریکا در طول این مصاحبه هم متوجه آن شدم. این سوال را از یکی دیگر از کاربران دریافت کرده ایم که پرسیده شما برای فلسطینیان آسیب دیده چه کاری انجام می دهید؟ اول از همه من فکر می کنم این فلسطینیان هستند که باید کاری برای فلسطینیان و فلسطین آسیب دیده انجام دهند. از هنگامی که من متوجه امور شدم و شروع به نگریستن به واقعیت اینجا کردم، کاری که انجام دادم این بود که در مورد شرایط پیچیده این مناقشه نوشتم و زندگی فلسطینیان و شرایط اشغالگری را در 3 کتاب، 1 رمان و 2 کتاب مستند توصیف کردم. In 3 books, 1 novel and 2 documentary books. با این کار احساس رهایی کردید؟ Release. رهایی نه. میدانید من واقعیت را خیلی جدی میگیرم. گزینه جایگزین آن همین است که یا بدبین باشید و یا ناامید از شرایط. من هم نمیخواهم همزمان هر دو باشم. اکنون نگاهی به ما بیاندازید. ما بزرگترین قدرت منطقه‌ای هستیم، اما همچنان قربانی ترس‌ها و کابوس‌ها و گاهی همسایگان و دشمنانمان هستیم. ما سرنوشتمان را هنوز به دست خودمان نگرفته‌ایم. Our neighbors and enemies, we are not taking our destiny in our own hands. شما باید از نوشتن لذت زیادی ببرید و این امر باید شما را از واقعیت دور کند. آیا می توانید کمی از لذتی را که از داستان نویسی می برید برایم توصیف کنید؟ بله، خیلی از نوشتن درباره واقعیت لذت بخشتر است. فکر کنم نویسنده بودن شما را با گزینه‌های بیشماری از هر شرایط انسانی در ارتباط قرار می‌دهد. در هر شرایط انسانی تعداد زیادی گزینه، استعداد، شور و شوق و انرژی وجود دارد. گاهی وقتی کار روزانه ام را به پایان میبرم خیلی برایم دشوار است. بعد از 6, 7, 8 ساعت باید به واقعیت بازگردم، به ویژه به این واقعیت وحشتناک. واقعا دشوار است. در پایان مایلم به آخرین کتاب شما، اسبی وارد یک بار میشود، بازگردم. در این کتاب لطیفه های زیادی به چشم می‌خورد. کنجکاوم بدانم آیا لطیفه خاصی هست که مایل باشید و برای ما تعریف کنید؟ لطیفه های زیادی در کتاب وجود دارد و من از نوشتن آن لذت زیادی بردم، زیرا من به ندرت لطیفه ای را از میان حجم فراوان لطیفه ها به یاد می آورم. اکنون البته حدود 30 لطیفه می دانم که می توانم تعریف کنم، اما لطیفه ای را تعریف می کنم که در کتاب نیامده. مربوط است به نام کتاب، یعنی اسبی وارد یک بار می شود. روزی یک اسب وارد یک بار می شود و تقاضای ودکا می کند. مسئول بار از تعجب خشکش می زند، برایش ودکا می ریزد و اسب لیوان را می گیرد، آن را می نوشد و می پرسد چقدر شد. مسئول بار میگوید 50 دلار. از هزینه را میپردازد و به طرف در میرود. مسئول بار اما به طرف او میدود و میگوید ببخشید آقای اسب، یک لحظه صبر کنید، خارق‌العاده است، من تا کنون چنین چیزی ندیدم، تا کنون اسب سخنگو ندیدم. اسب نگاهی به او میاندازد و میگوید با این قیمت ها بعد از این هم دیگر نخواهید دید. دیوید گروسمن، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید سپاسگزارم.